this time. Now you come to visit me, brother. Why? در فیلم ثور دنیای تاریک، ابرقهرمان اسطوره‌ای وایکینگ در سیاره خودش اسگارد برای نشستن بر تخت پادشاهی آماده می شود. ولی بار دیگر از سوی پدر تک چشم و سال خورده اودین با بازی انتونی هاپکینز مأموریت می یابد برای نجات کائنات که 9 قلمرو آن در خطر درهم پیچیدن است. ثور برای مبارزه جدید به برادر شرور و نیرنگ بازش لوکی متوسل می شود با بازی تام هیدلستون. نتالی پورتمن هم بار دیگر برمیگردد در نقش دانشمند زمینی جین فاستر که انتظار عشق ابرقهرمانش را میکشد ولی توسط نیروی اهرمنی تسخیر میشود. کارگردان آلن تیلر میگوید از مقیاس این فیلم خوشش میآید و زبان حماسی آن را دوست دارد، چیزی که در کارش روی سریال بازی اورنگ ها گیم اف ثرونز و کارهای دیگر به آن پرداخته بود. او میگوید هنرپیشه‌هایی که گردآورده شده بودند ترکیب رویایی بودند که بخت یافت با آنها کار کند. کارگردان تیلر ضمناً میگوید از این خوشش میآید که یک پای داستان در واقعیت است و پای دیگر آن در قلمرو خیال. او ثور را ابرقهرمان یگانه ای میداند که بار تاریخ و اسطوره را به دوش میکشد که او را شوق انگیز می کند. نیروی اهرمنی در این روایت جدید و نسبتاً قائم به ذات در شخصیت مالکیث متمرکز است، برگرفته از اساطیر وایکینگ با بازی کریستوفر اکلسون که می‌خواهد به کمک جن‌های سیاه سیاره اسگارد را نابود کند و برای این کار به نیروی اهریمنی اثر نیاز دارد. ترکیب ترفندهای بصری عظیم و صحنه‌های جنگ و گریز بیشمار با داستان چندلایه و پیچیده ملغمه‌ای به وجود آورده که ظاهراً فقط برای راضی کردن هوادارهای سرسخت ابرقهرمان‌های شرکت مارول ساخته شده. The challenging part, but also the great fun, is creating these creatures and the worlds that come from. David Lynch was one of my favorite filmmakers, and he. کارگردان آلن تیلر میگوید چالش و جاذبه کار برای او خلق مخلوقات جدید و دنیاهای متفاوت آنها بود. و از فیلمساز مورد علاقه‌اش دیوید لینچ نقل قول می‌کند که گفته بود فیلمسازی در آینده نه قصه‌گویی بلکه خلق جهان‌های تازه است. و میگوید دیوید لینچ همیشه در خلق دنیاهای متفاوت موفق بود و برای او هم جذابیت این پروژه در این است که فرصت پیدا کرد نه تنها دنیای سیاره اسگارد بلکه سیارات تخیلی دیگر مثل وانهایم و اسپاتهایم و نظاهر آن را خلق کند. در مأموریت جدید ثور با برادر نابکارش لوکی همراه می شود با بازی تام هیدلستون، اینجا در حال گریز از سیاره اسگارد. هیدلستون با بازی زیرکانش وزنه ای از طنز در مقابل سنگینی شخصیت ثور قرار می دهد. Well done. You just decapitated your grandfather. برای افتتاح اکران ثور 2 در آمریکا، کریس هلمزورث و تام هیدلستون دوشنبه گذشته در لس آنجلس روی فرش قرمز حاضر شدند، همراه با بازیگر کهنه‌کار آنتونی هاپکینز و همچنین جیمی الکساندر که در فیلم نقشه قهرمان شمشیرزن سیف را بازی می‌کند. کریس هلمزورث بازیگر استرالیایی هواداران خود را تحسین می کند و می گوید بازیگر بدون تماشاگر و دنبال رو معنی ندارد و می افزاید این عشق و علاقه به سینما و موفقیت که دنبال آن می آید جنون‌آمیز است و بیشتر رویا تا واقعیت. قصه چندلایه این فیلم که تمام شخصیت‌های کلیدی نخستین فیلم ثور را باز می‌گرداند بیشتر به قصه میانی یک سگانه شبیه است. منتقدهایی که این ترکیب بلند پروازانه از حادثه، طنز و اسطوره را کمی جدی گرفتند، فیلم ثور دنیای تاریک را فیلم سرگرم کننده‌ای می‌دانند. اما به قول اندرو اوهر، تماشای این همه خدایان و اجنه و شیاطین که از سیاره‌ای به سیاره دیگر می‌پرند و همه قوانین آشنای فیزیک را به حال تعلیق درمی‌آورند، صفا دارد ولی گیج کننده هم هست. به نظر مایکل فیلیپس منتقد شیکاگو تریبیون، تماشاگر بیشتر اجزای این فیلم رو در فیلم‌های قبلی مجموعه شرکت مارول از جمله اونجرز دیده، ولی هوادارها نمی‌روند که چیز تازه‌ای ببینند بلکه به این خاطر می‌روند که فیلم‌های قبلی رو هم دیده‌اند.